آیا مارشال دوستم به اطفایه دکتر نجیب شهرت نیافته بود؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. گزارشنامه افغانستان می نویسد: آیا مارشال دوستم به اطفایه دکتر نجیب شهرت نیافته بود؟ نویسنده عثمان نجیب. یک نقطه اساسی را نسل های دیروز، امروز و فردای کشور و یک امر مسلم را ولو با تعصب می دانند که همیشه و در درازای تاریخ بخش اعظم افراد از جنوب دروازه براندازی نظام ها در کشور به دست بیگانه بوده و شمال مدافع و سپر سنگین دفاع از ارزش ها و حاکمیت ملی و استقلال افغانستان. در هیچ جای تاریخ هیچ شخصی را نمییابی که تا مجبور نشده از شمال جز به دفاع و از استقلال گام بر داشته باشد، در حالی که صدها مورد برعکس آن وجود دارد و همچنان شکست رژیم قدرتمندی مانند دکتر نجیب توسط نیروهای داخل که دیگر همه خارجی ها از وی روی گردانده شده بودند، یک حقیقت عبرت ناکی است و سردمداران ارگ تا بدانند در پس پرده مردشورهای باداران خارجی شانند که تاب مقاومت 10 دقیقه قیام ملی داخلی را ندارند. در جریان سفر برغم تصادف صحبت بدبخترین انسان افغانستان را که تای 14 سال فرعونگونه از اقتدار شهید دکتر نجیب الله سود جست و از زرندخت و حاکمیت ران شنیدم، او اسحاق توخی است، ذلیل‌ترین انسان افغانستان. برغم تصادف از آوان جوانی به نوع ناظر خاموشی در اکثر موارد رخدادهای سیاسی در حد اقل و گاه حد اکثر بودم. هرچند کرسی با صلاحیت اجرایی نداشتم و در رده های بسیار پایین با وظیفه گماشته شده بودم، سخنانی که او با چنین وقاحت و فصاحت بر زبان میدار میراند میپندارد که در کشور ما جز خودش کسی دیگری نبوده است. تمام بدبختی های حاکم بر دکتر نجیب الله در حد 90% برمیگردد به عمل کرد این انسان پاسیف، زیرا تنها دیکتاتور و عامل تأمین مراوده و قابل باور دکتر حتی بیشتر از برادرش همین توخی بود. ارکان رهبری حکومت به شمول وزرا به جز مانوکی منگل و گاهی هم سلیمان لایق در گرو تصمیمات نابخردانه و رسل همین آدم بود که فاصله ها را با شخص رئیس جمهور در حد اکثر و حتی دشمنی گسترش داد. شکی نیست که حوادث و رخدادها پس از فروپاشی اتحاد شوروی و دگرگونی های عمیق سیاسی و نظامی در جهان بیشتر از همه بالای کشورهای جهان سوم به خصوص کشورهای مثل افغانستان تأثیرات منفی برای براندازی نظام سیاسی داشت، ولی توخی بدبخت هیچ توضیح نداد که مقصر تمام اوضاع مسلط ناباب در کشور بیشتر کی بود و شگاف عمیق بین آقای دوستم و سایر نیروهای شامل در حاکمیت آن زمان و دو دستگی اوریان و ایان دولت چگونه اوج گرفت. ارتباطات با حزب اسلامی حکمتیار توسط نماینده های دکتر شهید، تغییر و چرخش 1000% افکار و از مواضع ملی، پافشوری و اصرار بر بقای بی ارزشترین تصمیماتی که خودش را با برادرش تا پای دار کشاند، چرا با شهامت توضیح نداد؟ توخی بدبخت نگفت که آیا مارشال دوستم به اطفای دکتر نجیب شهرت نیافته بود؟ عملیات های بزرگ توری غاری غر و ستوکندو و تمام ولایت خوست، عقبزنی ارتش و نیروهای پاکستانی که حمایت مستقیم حکمتیار را با خود داشت، عملیات بزرگ تنگی و باغجان لوگر، خونساسازی کودتای شهنواز تنی علیه رژیم را در کنار سایر نیروهای امنیتی همان زمان، قوای مسلح همان زمان و شمول نیروهای دوستم که بخشی از تشکیلات اردوی ملی افغانستان بودند و حضور گسترده و محسوس خود ژنرال در این عملیات میتوان فراموش کرد.
مگر تنگی واجان نبود که دوستم به جنرال سه ستاره ارتقا کرد و طبق پلان باید شخص رئیس جمهور می آمد. اما بعد به محترم عظیمی تفویض صلاحیت کردند و محفل تحت ریاست ایشان برگزار شد. من یکی از افراد مسئول در بخش وظیفه بودم که قصه جالب و جذاب هم دارد. مگر در جنگ خوست حتی احتمال تغییر نام ولایت خوست به نام یکی از قهرمانان جنگ زمزمه نمی شد؟ مگر مارشال دوستم و شهید جنرال مصطفی پیلوت قهرمان کشور پلان های منظم دیدار با رئیس جمهور نداشتند که به یک باره و به دلایلی که توخی به بدبخت بهتر می داند قطع شد؟ مگر روش رئیس جمهور با سایر جنرالان از سیاست و اداره و رهبری به قومیت تغییر نکرد؟ مگر بار اختلافات مارشال دوستم از بهر برخوردهای غیر قابل باور رئیس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح در حدی نرسید که همزمان جستجوی راه حل نشست فوری و دو به دوی مارشال دوستم در مقر حزب وطن صورت گرفت؟ مگر قبل از همین نشست مارشال دوستم به اساس تدابیر پیشگیران از توطئه احتمالی نیروهایش را با تعیین ساعت التیماتوم بر دفاع از خودش در صورت عدم برگشت الی ساعت معین در اطراف آن ساحت جا و جا نکرده بود که به قول خودش مستقیم و رویارو برایم گفت. یک وقت که آشتی کردیم گفتم دکتر صاحب اجازه بده که ما بچه ها را بگویم خیریت است که حال کدام اقدام نکنند. مگر جنرال دوستم و سایر جنرال های ارشد قوای مسلح مانند عظیمی، دلاور، جنرال شهید رزمنده، جنرال صاحب باباجان، سید اعظم سید و سایر نیروهای ملی در عملی کردن طرح مش مصالحه ملی و دفاع از حاکمیت بیشتر از کسانی که از تبار و در رکاب دکتر شهید بودند فعال نبودند. تمام دوران دفاع از نظام به دوش جنرالان غیر از تبار خودش قرار داشت. مگر شما اقرار گرفتار شده های کودتای شهنواستنه علیه دکتر را از اعضای بیرون سیاسی مثل میر صاحب کاروال تاز، جنرال نجیب قماندان فرق 11 ننگرهار، جنرال اکه قماندان عمومی مدافع عوض، جنرال وهاب قماندان قبلی و فعلی که به جای رفتن به زندان در مقام رهبری قوای هوایی گماشته شد و خود تنه را به یاد ندارید که همه در تمام جواهات همزمان توسط نیروهای غیر تباری دکتر به نفع دکتر دفع شدند؟ چرا از این موارد و عواملی که شما بهتر می دانید یاد نکردید؟ مگر آقای توخی شما آگاه نبودید که حکم گرفتاری دوستم صادر شده بود؟ اگر همان شب کابل را ترک نمی کرد به یقین که جایش زندان بود، در حالی که آقای دوستم ساعت 11 همان روز نزدیک به 6 جدی 1370 به دفتر من تشریف آوردند و پس از صحبت کوتاه قرار ما بر این شد که من شب در وزیر اکبر خان عقب لیسه امونی به منزلشان می روم و نان را با هم صرف می کنیم. وقتی من آماده شدم به منزلشان زنگ زدم، مرحوم عمر آقا نماینده خاصشان گفتند به دلیل وضعیت اضطراری کابل را ترک کردند. بانم من با وجود احساس خطری که بود کارم را همان شب تا ناوقت در دفتر انجام داده و به خانه رفتم. به هر حال این قصه ها را برای یادآوری به نام سپاسی همچو توخی ها کردم که در تمام دوران صحبت خود یک بار هم از مرحوم یا شهید دکتر نجیب یاد نکرده و شهید ربانی را حداقل مرحوم گفت. کاش در خط سیاسیت پایدار می بودی چون سواد کامل هم نداری. آقای عنایت فانی بر او بسیار درخشید. بر می گردیم در بحث به قول وی ائتلاف شمال. اصلا این کلمه اطلاقی به نام ائتلاف شمال پیامد تئوری توطئه سازمان های استخباراتی بین المللی و منطقوی است که پاکستان در عمل کرده آن نقش بلندی داشته و دارد. یاد کردی یک مجمع بزرگ ملی و مقاومت سراسری که علیه تصمیم های استبدادی در حال شکل گیری توسط دکتر نجیب و حاصل از دور باطل اندیشه های پوچ تبار طلبی همان زمان بود که دیگر سخن از آرمانی بودن مبارزات سیاسی و دولت داری در میان نبود. به نام ائتلاف شمال جز کج دهنی بد دهنی مثل توخی ها نیست. چه آرزو داشتی آقای توخی وقتی تصمیم حتی بمباردمان مزار شریف و شبرغان قبل از اتخاذ تصمیم جلسه جبل سراج و دیدار قهرمان ملی و دوستم و سایر نیروهای مطرح روی میز کار دکتر نجیب بود که
چی میشد. و برخلاف ادعای پوچ خودت، شکلگیری اختلاف در بیخ گوش دکتر توسط شخصیت ها و نیروهایی که احساس میکردن دیگر خطها روشن شده بود. فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و 10 تن دیگر و در بعدها جنرالان ارشد قوای مسلح و نیروهای سیاسی در داخل کابل و مزار شریف صدا بلند کردند. تبدیلی به موجب شهید مومن اندرابی، اعزام رسول بیخدا و جبار قهرمان در مزار شریف، حفظ یک بیخردی به نام جنرال تاج محمد در امنیت مزار و سپردن نمایندگی فوق‌العاده رئیس جمهور همزمان تفویض صلاحیت‌های گسترده و جمعه اسک فقط به خاطر گرفتاری مارشال دوستم و دیگران دلیل چی بود؟ و چرا جنرال دوستم دیگر طاقتش به قول معروف داغ شد و از دولت روی برداشت؟ در حالی که او پیشنهادات معقول تشکیلاتی داشت که جمعه اسک همچنان در جایش می بود، اما دکتر شهید آن را قبول نکرد. آخرین جلسه دکتر نجیب با رهبری قوای مسلح در وزارت خارجه را فراموش کرده ای؟ وقتی زرمتی بلند شد که از دفاع اطمینان بدهد، عکس العمل و صحبت دکتر را فراموش کردی. سری با آرشیو تلویزیون ملی بزن تا شرمنده شوی. دکتر دوستم را ستون فقرات دولت خطاب کرد و به جنرال زرمتی گفت دوستم ستون فقرات دولت بود. از دولت گشت، حال اطمینان فایده ندارد. مگر نتیجه تلاشایی که عمدن در آخرین مراحل سازش دوباره بین دکتر نجیب و مارشال دوستم به شکست مواجه شد را فراموش کرده ای؟ که خودت شاید در آن زمان با همان خصوصیت فرعونگونت هم مخالفت کرده باشی. راه چی بود؟ جز سرنگونی رژیمی که رهبر متحدش به مشاوره بیخردان همچون تو در تغییر هزاران درجه از اصل آرمان ملی، تبل استبداد قومی و سیاسی و جدایی را کوبیدند. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.